برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. تعدادی از مسئولان و طلاب علوم دینی حوزه علمی زنان استان ذیقار عراق در دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق شیرازی دامزه لوح در شهر مقدس کربلا حضور یافتند. این بانوان گرامی در این حضور خود مورد استقبال سید عارف نصرالله رئیس بخش روابط عمومی دفتر آیت الله العظما شیرازی در شهر مقدس کربلا قرار گرفتند و ایشان دقایقی درباره شخصیت، جایگاه و ویژگی‌های حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به سخنرانی پرداختند. خبرگزاری آمریکایی پانتاگراف مهمترین عکس خبرهای سال 2022 را منتشر کرد. در میان این عکس خبرها 4 عکس مربوط به شیعیان بوده که به مراسم عاشورا و نیز جنایت‌های رخ داده علیه شیعیان و کشتار آنها بود. حوزه علمیه محقق کلکی مراسم تقدیر از طلاب برتر که با نمره‌های ممتاز امتحانات خود را گذراندند را برگزار کرد. گفتنی است حوزه علمیه محقق کلکی از مراکز علمی مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق شیرازی دامزه لوح در شهر مقدس کربلا است. شرکت مشاوره جهانی شهروندی و اقامت هنلی و پارتنرز گزارشی را درباره برترین پاسپورت‌های جهان در سال 2023 منتشر کرد. شهروندان ایرانی در حال حاضر امکان دسترسی بدون ویزا به مقصد 43 کشور را دارند و در این رتبه بندی در جایگاه 99 قرار دارند و شهروندان افغانستان با دسترسی بدون ویزا به 27 کشور بار دیگر در پایین ترین جایگاه این فهرست قرار دارند. منابع محلی از کشته شدن 2 زن و ربوده شدن 4 زن در روستای کادونا در کشور نیجریه خبر دادند. گفته می شود این عملیات تروریستی توسط سنی های تندروی مرتبط با داعش شاخه آفریقا صورت گرفته و ساعت 3:30 بامداد روز گذشته چهارشنبه انجام شد. مؤسسه تحقیقات بین‌المللی آکادمیا یک پژوهش علمی تخصصی درباره مراسم میلیونی اربعین را در شهر مقدس کربلا منتشر کرد. این مؤسسه در گزارشی نوشت شاهزاد حسن پژوهشگر پاکستانی این پژوهش را آماده کرده است و در آن احادیث و روایت‌های مرتبط با تبیین فضیلت زیارت اربعین سید الشهدا علیه السلام را نوشته است.